و درود و سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی. در این ویدیو شما را با یک از بهترین اپلیکیشن های مفید یادگیری زبان انگلیسی آشنا می سازم و معرفی یک از اپلیکیشن های خوب لغات انگلیسی است. در این 504 یا 504 یک از پرفروشترین و پرطرفدارترین کتاب های یادگیری لغات زبان انگلیسی است که در اینجا اپلیکیشنشون ساخته شده و شما میتونید اپلیکیشن به سادگی در موبایلتون نصب کرده و از او استفاده کنید و 504 لغات ضروری انگلیسی را یاد بگیرید و برای دانشجویان کسانی که انگلیسی میخواهند یاد بگیرن یک اپلیکیشن بسیار مفید است که در این اپلیکیشن طریقهای مختلف برای یادگیری لغات ضروری انگلیسی گنجانیده شده. شما میتونید در اینجا به دو زبان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی میتونید زبانش انتخاب کنید. مثلا اگر به زبان انگلیسی زبانتون انتخاب کنید، در اینجا درس‌ها تمام به زبان انگلیسی است و لغات هایی که در اینجا گنجانیده شده همراه معنا و مفهوم تمام به زبان انگلیسی میآید. مثلا ببینید معنایش اینجا در فارسی آمده براتون، به انگلیسی آمده. میتونید از این زبانشون تغییر بدین، میتونید به زبان دلخواهتون فارسی انتخاب کنید. و در اینجا معنی لغات به زبان فارسی آمده، مثلا abandon ترک کردن یا رها کردن. و در اینجا هم گفته که فعل است یا نون است، مثلا هر دویش هم فعل است هم اسم است. و میتونید اینجا از درس اول شروع کرده تا به درس 42 هر روز یک درس بخونین و 12 لغات رو هر روز یاد بگیرین. مثلا ما در درس چندم فکر کنیم، مثلا درس 14 در این درس مثلا ما درس خود شروع میکنیم continue learning. مثلا در اینجا لغات آورده که لغت اول میخونیم unruly، مثلا یاقی یا سرکش. مثلا next در اینجا با ما رو امتحان میکنه، با ما تمرین میکنه یاد گرفتی یا نه. مثلا یاقی سرکش معنی چیه؟ unruly. بازم این لغات اگر یاد گرفتیم لغات دومی برای ما، مثلا brutal وحشیانه یا بیرحمانه، در اینجا چیه؟ یه adjective است. و در اینجا مثال هایش هم گفته برایتون که میتونید مثال هایش هم یاد بگیرید. مثلا لغت بعدی میریم، مثلا یاقی سرکش چی بود؟ unruly. مثلا وقتی این را درست انتخاب کردیم به لغت سیومی میره، اگر درست انتخاب نکنیم به لغت سیومی نمیره. مثلا rival، rival چیست؟ رقیب یا حریف. سن نمیش equal یا challenge. rival چیست؟ اسم است و هم ورب است، فعل و اسم است. و در اینجا مثال هایشان برای شما گفته است. لغت بعدی مثلا میریم violent یا خشین، شدید با فارسی معنی شما دارم. مثلا اسم نمیشه crimson. این چی است؟ adjective است. در اینجا مثال هایش برای شما گفته violent behavior is prohibited on school grounds. رفتار خشونت آمیز در حیات مدرسه ممنوع است. در اینجا فارسی هم با فارسی هم با انگلیسی مثال هایش آورده. درس بعدی مثلا میتونید که از اینجا لغات های بعدی رو یاد بگیرین و همچنین شما میتونید از این درس ها میتونید هر کدام لغاتش برایتون دلچسب، میتونید که از اینجا لایک کنید. میتونید بعد در قسمت بعدی در اینجا بالا می قلب است در اینجا رفتم و لغات هایی که به شما مهم است یا شما دوست دارین و در اینجا برای شما لایک شده یا در اینجا آمده، شما میتونید دوباره اونا را هر روز مرور و تکرار کنین. و یک از اپلیکیشن های بسیار خوب یادگیری زبان انگلیسی یا لغات های ضروری زبان انگلیسی است. شما میتونید را به آسانی به موبایلتون نصب کنید و بدون کدام هزینه رایگان از لغت های خوبی زبان انگلیسی رو در اینجا یاد بگیرین. و از خوبی های این اپلیکیشنی است که هر روز اپدیت میشه و لغت های خوبی در این اضافه میشه. یکی از کتاب ها و این اپلیکیشن های بسیار خوب است. شما میتونید از اینجا لغت های بیشتر را در اینجا یاد بگیرین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و میتونید که چینل ما رو سابسکرایب کنین و برای ویدیوهای بعدی زنگوله رو هم فشار دهید.